احمد مسعود تنها مبارزه مسلحانه راه پایان سلطه گروه جنایت پیشه طالب است. یاسین ضیا زمینه مداخله بشر دوستان جهان در افغانستان مساعد است. امرالله صالح از همه مظالم و تجاوز گروه ستمگر و جاهل طالب خبر داریم. طالبان 4 تن را در غزنی و لوگر در محضر عام شلاق زدند. بیش از 1000 مهاجر در یک ماه از ترکیه بازداشت شدند. و دولت بریتانیا یک فرد تندرو و حامی طالبان را زندان آزاد می کند. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. احمد مسعود تنها مبارزه مسلحانه راه پایان سلطه گروه جنایت پیشه طالب است. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود در پیوند به نشر گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تجاوز بر زنان زندانی در شمال افغانستان گفته که مبارزه مسلحانه و دفاع مشروع تنها راهی رسیدن به آزادی و پایان دادن به سلطه جنایتکارانه گروه طالبان می باشد. این جبهه امروز پنجشنبه 6 سور در اعلامیه نگاشته که رفتار دشمنانه گروه تروریستی طالبان در قبال مردم افغانستان در پیش از 2.5 سال گذشته مصادق بارز جنایت علیه بشریت و اقدامات خصمانه در برابر تمامی ارزش‌های انسانی و حقوق بشری است. جبهه مقاومت در ادامه افزوده این گزارش تنها گوشه کوچک از جنایات گروه طالبان و سایر گروه های تروریستی را بازگو می کند و جنایات این گروه گسترده تر از آن است که در این گزارش آمده است. و گفته جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود، دشمنی طالبان علیه مردم و ارزش های حقوق و بشری در افغانستان در حال به فاجعه انسانی تمام عیار مبدل شده است که هیچ نظارت میدانی از سوی جامعه جهانی در قبال وضعیت حقوق و بشر در افغانستان وجود ندارد. یاسین ضیا زمینه مداخله بشر دوستان جهان در افغانستان مساعد است. یک گروه مسلح ضد طالبان خواستار مداخله بشر دوستان خارجی در افغانستان شد و از کشورهای جهان خواست تا با مداخله بشر دوستانه به سلطه طالبان در افغانستان پایان ببخشند. جبهه آزادی گفته که نشست بین‌المللی برای تصمیم گیری درباره آینده افغانستان برگزار شود. این نخستین بار است که یک گروه سیاسی و نظامی مسلح ضد طالبان بعد از سقوط دولت پیشین افغانستان خواستار مداخله نظامی مجدد کشورها مانند حمله امریکا در سال 2001 در افغانستان شده است. مداخله بشردوستانه به اقدام نظامی دولت‌ها در کشورهای دیگر برای پایان دادن به فاجعه حقوق بشری مانند نسل‌کشی، نابسامانی و هرج و مرج است. معمولاً کشورهای غربی از این مفهوم برای توجیه مداخلات نظامی خود از جمله در سال 1999 در کوزو و لولوبیا در سال 2011 استفاده کردند. جبهه آزادی روز چهارشنبه 5 سور به گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا درباره نقض حقوق بشر در افغانستان واکنش نشان داد. این جبهه در صفحه اکس خود نوشت که این گزارش تنها گوشه از واقعیت وحشتناک موجود در افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. این جبهه ضد طالبان به حضور گروه های تروریستی، نقض گسترده حقوق بشر و جنایت های سازمان یافته در افغانستان اشاره کرده و گفت منطقه و جهان با شرایط پیش از 11 سپتامبر سال 2001 مواجه است. این جبهه نوشت تمامی زمینه ها برای مداخله بشر دوستانه جامعه بین‌المللی در افغانستان مساعد شده است. جبهه افزوده که طالبان با نقض گسترده حقوق بشر این فسرت را برای جهان مساعد کرده که با استفاده از مکانیزم مداخله بشر دوستانه به سلطه طالبان بر افغانستان پایان دهد. این جبهه گفته که جهان نشست بزرگ بین‌المللی غرض تصمیم گیری برای آینده افغانستان با اشتراک همه طرف های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دخیل در قضیه افغانستان را مساعد سازد. صالح از همه مظالم و تجاوز گروه ستمگر و جاهل طالب خبر داریم. امرالله صالح معاون رئیس جمهور فراری افغانستان در پی گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان میگوید ما خود از همه مظالم و تجاوز غیر قابل شرحه که گروه ستمگر و جاهل طالب بر مردم ما روا داشته و می دارد خبر داریم. امرالله صالح بامداد امروز پنجشنبه 6 سور جو بایدن رئیس جمهور امریکا را فریبکار و خائن گفته و افزوده که جو بایدن با امضای دسیسه نامه دوحه زمین ساز سلطه ظلم و جهالت بر مردم افغانستان شد. او گفت
که واکنش هیجانی برفای آنتونی وزیر خارجه آمریکا نشان می‌دهد که به عمق دسایز و فتنه اداره جو بایدن هنوز پی نبرده ایم. آقای سالی گفته است در هیچ حالت منتظر ارزیابی‌های سالیانه و یا اعلامی وزارت خارجه کدام کشورها نبودم که حقانیت و مشروعیت مبارزه ما را تایید کند. او میگوید که ارزیابی سالانه وزارت خارجه آمریکا از دید راهبردی برای حوزه مقاومت و ضد طالب هیچ ارزش راهبردی ندارد. طالبان 4 تن را در غزنی و لوگر در محضر عام شلاق زدند. منابع محلی در غزنی و لوگر از جای حکم شلاق به 4 تن در این دو ولایت خبر دادند. منابع از غزنی میگویند که طالبان پیش از چاشت روز چهارشنبه 5 ثور 3 تن را در ولسوالی دی یک این ولایت به اتهام سرقت در محضر عام شلاق زدند. به گفته منابع 2 تن از این افراد به 39 ضربه شلاق و 2 سال حبس تنفیذی و یک تن دیگر به 35 ضربه شلاق و 1 سال و 6 ماه حبس تنویزی محکوم به مجازات شدند. بیش از 1000 مهاجر طی یک ماه از ترکیه بازداشت شدند. بر بنیاد گزارش ها 1096 مهاجر غیر قانونی که شمار زیاد از آنان شهروندان افغانستان و پاکستان هستند طی یک ماه از ولایت های ادرینه در شمال غرب ترکیه بازداشت شدند. خبرگزاری آناتولی روز سه‌شنبه 4 ثور گزارش داده است که این افراد توسط نیروهای پلیس ترکیه بازداشت شدند. در گزارش آمده است که شمار زیادی این افراد تابع افغانستان و پاکستان هستند و پس از تعیین مراحل قانونی به اداره مهاجرت ادرینه منتقل شدند. دولت بریتانیا یک فرد تندرو حامی طالبان را از زندان آزاد می کند. منیر فارقی چهره تندرو اسلامگرا که در لندن به اتهام تلاش برای استخدام افرادگرایان به عضویت در گروه طالبان افغان و برنامه ریزی برای کشتن سربازان بریتانیایی بازداشت و زندانی شده بود از زندان آزاد می شود. دیلی میل روز چهارشنبه 5 ثور در گزارش نوشت که پس از صدور حکم آزادی مشروط منیر فارقی قرار است او امروز آزاد شود. دیلی میل نوشت که منیر فارقی 60 سال سن دارد و متولد پاکستان است. این مرد تندرو در سال 2011 به اتهام تلاش برای استخدام تروریستی بازداشت و به حبس ابد محکوم شد. فاروقی پیش از درگیری به یک پلیس مخفی بریتانیا گفته بود که او تصمیم دارد برای انجام جهاد شهید شود. دیلی میل افزود که منیر فاروقی در بازار منچستر یک مغازه داشت که از آن به عنوان محل جلب و جذب افراد برای پیوستن به طالبان افغان و جنگ با نیروهای بریتانیایی مستقر در افغانستان استفاده میکرد. این رسانه از فاروقی به عنوان یکی از خطرناکترین تروریست ها نام برده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.